اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولی کل فرج تبریک ارز میکنم فرخند میلاد منجی جهان بشریت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمه الفدار محضر وجود نازنین حضرت و شما خوبان شما مؤمنینی که جزء منتظران آمدن حضرت هستید نیمه شعبان سال روز میلاد وجود نازنین امام زمان هست اما تا حالا فکر کردید این معنای نیمه شعبان برای منی که در چنین اصری و یک هزار و خورده ای سال بعد از ولادت امام زمان زندگی می کنم چه معنایی دارد و نیمه شعبان برای من پیاماور چه حرفی است شاید بشه به زیبایی به این نکته و با دقت و با ظرافت توجه کرد و اون نکته این است که نیمه شعبان یعنی دوباره متولد سازی امام و متولد ساختن امام در اعماق وجود خودت و الا امام که یک هزار و خورده ای سال قبل پا به عرصه وجود گذاشتن نیمه شعبان یعنی تجدید باور من نسبت به وجود نازنین امام زمان نیمه شعبان یعنی رسیدن به این باور که ایمان به غیب پیدا بکنم الذین یؤمنون بالغیب وقتی از امام صادق علیه السلام و سوال کردند که یبن رسول الله اینها کیا هستند که ایمان به غیب دارند فرمود کسانی که در آخر زمان ایمان با حجت خدا پیدا می کنند نمی بینند اما با تمام وجود ایمان پیدا می کنند و عاشق او میشوند ما که نادیده خریدار تو ایم ما که نادیده خریدار تو ایم نه خریدار گرفتار تو ایم نه گرفتار که بیمار تو ایم نیمه شعبان رسیدن به یک مرحله است که ما یک بار دیگه او باور خود را به امام زمان مورد بررسی قرار بده نیمه شعبان نور است و آغاز یک زندگی است و آغاز یک باور داشت است و مقدمه لیالی قدر است و گرفتن رزق ماه مبارک رمضان از دستان پرنور وجود نازنین امام زمان هست و به نهی روز قلورا توسط وجود با کرامت ولی خدا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا خدا به ما نور می دهد و امشب در نیمه شعبان چه نوری از خدا طلب می کنی؟ چه رزقی از خدا طلب میکنی نیمه شعبان ثبت نام تو در دفتر یاران امام زمان و به عنوان این که جز یاران حضرت قرار بگیری الله باشد این رزق است رزقی که دلیل زنده بودن توست رزقی که دلیل بودن تو در چنین اصری است تا حالا فکر کردیم چرا در چنین عصری پا به عرصه وجود گذاشته شدیم چرا خدا ما را در چنین عصری قرار داده سوره مبارکه انبیا آیه 105 چقدر زیبا بیان میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کتبنا في من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون خدای تبارک و تعالی در سوره مبارکه انبیا تحلیل عجیبی دارد برای اینکه سخن را به زیبایی در مغز من و تو و مغز ما انسانها و فکر ما انسانها خوب جایگزین بکند و قرار بدهد میفرماید دقت کن با یک تنبیهات زیبایی موردی رو میخوام بیان بکنم که در تورات ذکر کردم موردی که در زبور ذکر کردم و الانم در قرآن دارم بیان میکنم چه موردیه ان الارض یرثها عبادی الصالحون یک روزی زمین به سرانجام میرسد و به دست صالحین به ارث میرسد و صالحین مالک زمین میشوند اینجا تعبیر صالح به کار برده نشده تعبیر جمع به کار برده شده کیا هستند اینها فرمود اینها کسانی هستند که در زمان آخرین حجت خدا زندگی میکنند و امام را یاری میکنند و راه را بر آمدن امام زمان هموار میکنند نیمه شعبان بیعت تو با امام زمان هست و این که بدانیم چرا در چنین عصری خدا من و تو را متولد کرده گاهی وقتا ما حسرت زمانهای دیگر را میخوریم حسرت بودن در زمانهای پیش را میخوریم اما غافل از این نکته هستیم که اونهایی که در زمانهای قبل بودن آنقدر روایات مربوط به فضائل من و تو را از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین میشنیدند و شنیدند که حسرت بودن در زمان الان من و تو را میخورند ما چرا در چنین اصلی آمدیم؟ دلم میخواد در این نیمه شعبان روی این قضیه یک کمی فکر بکنیم چرا در چنین اصری خدا من و تو را متولد کرد؟ شاید ای بسا پتانسیلی در من و تو دید یا ای بسا پتانسیلی در من تو ایجاد خواهد کرد خدا روی من تو حساب کرده تا من تو جز ایاران امام زمان باشیم تا من تو با عمل کرده خود راه را بر آمدن امام زمان فراهم بکنیم بعضی ها میگن زمین سازی ظهور در چنین زمانی امکان پذیر نیست اصلا انتظار معنای زمین سازی ظهوره و زمین سازی ظهور یک چیز خیلی بغرنج و پیچیده نیست زمین سازی ظهور یعنی خودت را خانواده خودت را جامعه خودت را شهر خودت را مملکت خودت را و این عالم را آماده پذیرش دولت کریمه امام زمان بکنی شماهایی که در ممالک دیگر هستین صدا و تصویر مرا از کشورهای اروپایی، آمریکایی، کانادایی، استرالیا و آسیا و جاهای دیگر میبینید و میشنوید بدانید که اگر من و تو در این عصر و زمان هستیم و یا در هر مکانی که قرار دادیم سفیر امام زمان هستیم منو تو جزء سفرای حضرت هستیم یخرج اناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هزار خورده ای سال پیش چقدر قشنگ تحلیل کردند و پیش بینی کردند و پیشگویی کردند از وضعیت من و تو روزی فرا می رسد که ای از مشرق زمین اینها بلند میشن و راه را بر آمدن امام زمان فراهم میکنن شمایی که در کشورهای غربی زندگی میکنین آیا نسبت به این نکته توجه دارین چه رسالتی اونجا دارین؟ آیا ارتباط خود را با امام زمانی که هی هست، حاضر هست، متولد شده، قوی کردین؟ آیا از امام زمان نور میگیرین؟ آیا این مسئله را مورد دقت قرار میدین که با وجود نازنین امام زمان حس تکیگاه میکنین؟ و اینی که نسبت به او رسالت دارین چون او نسبت به شما پر از مهر است فرمود هو اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم از میلیاردها پدر و مادر امام زمان به تو و به من و به ما نزدیک است چقدر لطف کرده در حق ما چقدر عنایت کرده در حق ما چقدر توجه کرده امام در حق ما آیا من و تو هم نسبت به امام رسالت خود را می فهمیم بذار ساده بگم محضر یکایک شما خوبان شماهایی که سفیران امام زمان در کشورهای دیگه هستین به شما میگم برادران خواهران توجهی که باید شما نسبت به وجود نازنین حضرت داشته باشین به مراتب از کسانی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنند باید بیشتر باشه چون امام روی نگاه شما روی توجه شما روی کمک شما یک نگاه ویژه و یک دقت ویژه داره شما اونجا هر کدام شما پرچمداره رسالت مهدویت هستین چقدر ای جمله حسین ابن علی علیه السلام و عالی بود که به قمر بنی هاشم فرمود انت صاحب و لوائی عباس من تو پرچمدار منی دیدین شما محرم چجوری بیرق حضرت قمر بنی هاشم را میگیرین اگر شما در محرم بیرق قمر بنی هاشم را به دست میگیرین معنای به دست گرفتن بیرق قمر بنی هاشم اینه که من بیرقدار امام حی هستم همجور که قمر بنی هاشم بیرقدار امام حی و امام زمان خود بود ما در نیمه شعبان تعهد به این نکته باید ببندیم که من و تو بیرقدار این رسالت عظیم هستیم بیرقدار امام حی هستیم شما در آخر دعای عهد یک جمله ای را زمزمه میکنی با پروردگار و المسارعین الیه فی قضای حوائجه خدا مرا جزء کسانی قرار بده که سرعت بگیرم به سمت برآوردن حاجات امام زمانم ثانی ها را نباید از دست داد خصوصا اینکه نیمه شعبان امسال در بهار طبیعت قرار گرفته السلام علیک یا ربیع الانام یا السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام سلام بر بهار انسانها و خرمی روزگاران چطور بهار طبیعت را چنج میکنه چجور بهار مرده را زنده میکنه در این نیمه شعبان که آرام آرام قدم برمیداری به سمت ماه مبارک رمضان یک نگاهی به وجود نازنین و پر خیر و برکت امام زمان بیانداز و گردن کچ کن و بگو آقا ای آن که خاک را به نظر کیمیا کنی آیا شود که گوشه چشمی به ما کنی؟ نیمه شعبان یک بار دیگر باور داشته به امام زمان هست اینی که گفتم متولد ساختن امام زمان در وجود خودت او متولد هست یعنی قابلیت تو باید بالا برود دیدید مثل قضیه خورشید خرشی خورشید هست خورشید نور میده ای تو هستی که باید پنجره وجودی خودت را به سمت خورشید تنظیم بکنی هر قدر گیرندگی تو زیاد باشه به همان میزان میتونی بهره بگیری و چند نکته ایرم خدمت شما سروران بیان بکنم در رابطه با ولادت نازنین امام عصر ما نسبت به باورداشت های دینی خود چه از منابع برادران اهل سنت چه از منابع شیعه به یک مهم حتما رسیدیم و باید برسیم که امکان نداره عالم از حجت خدا خالی باشه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها حجت خدا اگر از این عالم ثانیه ای دور باشد همه هستی به هم میخوره قطعا در هر عصر و زمانی حجت خدا هست شما یک نگاهی به حدیث سقلین بیاندازین حدیث سقلین حدیثی است که قریب به 200 نفر از بزرگان درجه اول برادران اهل سنت این حدیث را نقل کردن از سی و چند صحابی این حدیث نقل شده از تابعین نقل شده از علماء دیگر اهل سنت صدها نفر دیگر از علماء اهل سنت این روایت را نقل کردن روایتی است که به تواتر رسیده یعنی علم یعنی یقین آور که این روایت از وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه رسیده روایتی که در منابع اهل سنت این روایت در جریان غدیر خم ذکر شده در منابع اهل سنت این روایت در مقاطع مختلف نقل شده و تمام علمای اهل سنت این روایت را قبول دارن شما اگر این روایت را مورد بررسی قرار بدی آیا نتیجه ای جز اثبات ولادت امام زمان و وجود نازنین مهدی آخر الزمان میشه از این روایت پیدا بکنی اجازه میدین متن روایت را محضر شما خوبان تقدیم بکنم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین كتاب الله وعترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض چقدر ان روزها امكانات الحمد لله در اختيار ما زياده با همین موبایل وصل به اینترنت میشی یک جمله یا یک کلمه از این روایت که شما سرج میکنی به محیر می میرسی که میبینی در چه منابع بزرگی از اهل سنت و از علماء شیعه این روایت ذکر شده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمود من بعد از خودم دو چیز را برای شما یادگار میگذارم کتاب الله قرآن و عطرتی و عطرت من خب چرا این یادگار گذاشتن برای چیه فقط به خاطر این که دوستش داشته باشین همجور که جریان غدیر یک اده فقط به معنای دوست داشتن و امیر المؤمنین معنا کردن کم لطفی نیست که بالغ بر صد هزار نفر جمع شوند از پیغمبر در او هوای گرم حجاز در او عجله ای که مردم تمام شدن از جریانات زیارت بیت الله شریف به خانه ها میخواهند برگردن بالغ بر صد هزار مردم را جمع بکنه و فقط به مردم بگه که آی مردم علی مثلا آدم مظلومی دوستش داشته باشین این کم لطفی نیست یا نه جریان ولایت مداری نسبت به امیر المؤمنین را مطرح میکنه ببینید پیغمبر خدا فرمود در خود در جریان حدیث سقلین فرمود دو چیز را برای شما میگذارم قرآن و اطرت آیا خاطر که دوستش داشته باشین نه بلا فاصله بعدش میفرماید ما ان تمسکتم به ما لن تظلو بعدی ابدا اگر به هر دو چنگ بزنین هرگز گمراه نمیشین تمسک به هر دو چنگ زدن به هر دو چنگ زدن به قرآن و اطرت یعنی پیروی یعنی تبعیت، یعنی ولایت مداری یعنی در زندگی خود جا برش باز کردن یعنی پنجره وجود خود را سمت او قرار دادن یعنی تک تک من و تو خود را به عنوان یک فردی که نسبت به این جریان رسالت داره خود را دیدن و خود را حس کردن بعد فرمود ما انتمسکتم به ما لن تظلو بعدی ابدا اگر به هر دو ببینید به ما به هر دو تمسک جستین هرگز گمراه نمیشه نگین که کت... کفانا کتاب الله کفانا کتاب الله با نص سریح این روایت سازگاری نداره بعد جمله بعدش فوق العاده جمله تکان دهنده است فرمود و انهما لن یفترقا لن یفترقا حتی یردا علی الحوز فرمود ای دو تا هرگز از هم جدا نمیشن هرگز از هم جدا نمیشن مگر این که بر حوز کوسر بر من وارد شوند یعنی تا قیام قیامت حالا من یک سوال دارم از شما قرآن هست؟ بله هست آیا از زمان پیغمبر تا به امروز شده قرآن برد جایی و از میان ما دور بشه نخیر آیا قرآن الان هم هست قطعا هست آیا قرآن تا قیامت هست قطعا هست پس اگر قرآن بود و هست و خواهد بود اطرت هم بود و هست و خواهد بود از هم جدا نمیشن لن تظل ل... آه... فرمود که لن یفتر قاحت تا یردا علی هرگز از هم جدا نمیشن وقتی ما میگیم قرآن هست پس ادل قرآن و همراه قرآن که اطرت هست او هم هست حالا یک سوال این سوال در کل عالم ان الله پخش میشه و مخاطبین من همه هستن سوال من اینه او کسی که یک جزء اطرت است دو مثل قرآن به دور از خطا چون عدل قرآن همراه قرآنه هم. و امروزم در قید حیات هست آیا میتونه کسی غیر از مهدی آخر زمان باشه که شیعه ادعا کرده که او متولد شده حتی شما این جمله ای که عرض میکنم این جمله را در اینترنت سرچ بکنین در بسیاری از منابع اهل سنت این جمله آمده المهدی من عطرتی من ولد فاطمه که اینجا وجود نازنین حضرت از قسمت من اطرتی استفاده شده که پیغمبر فرمود مهدی سلام الله علیه از اطرت من است از فرزندان فاطمه است پس مهدی سلام الله علیه از اطرت پیغمبر است درست حالا که از اطرت پیغمبر شد فرمود انی تارکن فیکم کمثقلین کتاب الله و اطرتی کتاب قرآن و اطرت و انهما لن یف طرقا. و اینها هرگز از هم جدا نمیشن انشالله امیدوار هستم که درک بکنیم موقعیت خود را و بدانیم در هر جایی که هستیم نقش داریم در آمدن امام زمان و در آمدن عیسی مریم علی نبی نا و آله و علیه و السلام ان الله روزی فرا میرسه که وجود پر خیر و برکت امام مهر... پیغمبر مهربانی ها حضرت عیسی ابن مریم همراه با وجود نازنین امام زمان من و تو سلام الله علیه ما پا به عرصه ظهور می گذارن و این عالم را پر از عدل و داد می کنن. تا آن زمان ثانیه ثانیه در انتظار آمدنشان باشیم و تا آن زمان ثانیه ثانیه برای یاری رساندن به اونها و برای نصرت بخشی به وجود نازنین حضرت و برای برپایی حکومت دولت کریمه از ثانیه های خود استفاده کنیم و خود را برای آن روز تربیت کنیم اللهم عجل لولی کل فرج